الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. بحثمون پیرامون نماز به اینجا رسید که اقامه نماز کار آسانی نیست، لذا فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. برای اینکه شخص بتواند به مقام اقامه نماز برسد، اول باید خودش را اقامه کند، اول باید خودش قیام بکند. ازا تعبیر قرآن این بود که ازا قاموا الی الصلاة، زمانی که بر میخیزند که نماز را اقامه کنند. تا انسان بر نخیزد، تا انسان خودش قیام نکند و به فعلیت نرسد، نمیتواند نماز را اقامه کند. برای اینکه فنی تر این بحث مطرح بشود، برمیگردیم به کلمه قیام در قرآن و معانی که کلمه قیام دارد. 7 یا 8 معنا، به 7 یا 8 معنا کلمه قیام در قرآن مورد استفاده قرار گرفته. اولین معنا برخاستن، قیام در مقابل قعود، همونطور که در اون آیه شریفه در مقابل حضرت سلیمان گفته شد که قبل ان تقوم من مقامک، قبل از این که تو از سر جای خودت برخیزی. تقوم به معنای برخاستن، من تخت بلقیس رو برای تو می آورم. 2، گاهی اوقات قیام به معنای ایستادن یعنی توقف کردن، قیام در مقابل حرکت، توقف در مقابل حرکت. و اذا ازلم علیهم قامو، کسانی که در حال حرکت بودن زمانی که تاریک می شود می ایستند. این ایستادن، ایستادن در مقابل نشستن نیست، ایستادن در مقابل حرکت. 3، گاهی اوقات قیام به معنای استمرار، دوام و ثبوت بر کاری است. و من آیاتهی ان تقوم السماء والارض به امره. مفسرین بعضی ها گفتن این ان تقوم السماء والارض به امره یعنی این آسمان پا بر جاست، بر سر جای خودش مستقر است، از بین نمی رود، استمرار دارد، ماندنی است، ماندگار است. گاهی اوقات قیام به معنای عزم و اراده است، مثل همین آیاتی که تلاوت شد در بحث نماز، اذا قمتم الى الصلاه، قاموا الى الصلاه. بسیاری از مفسرین این قاموا الى الصلاه یا قمتم الى الصلاه رو به معنای عزم و اراده گرفتن، یعنی شما زمانی که خواستید نماز بخونید. معنای دیگر به معنای وقوع امر و ظهور مطلبی است، یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت بر پا بر جا می شود. قیامت پا بر جا می شود یعنی روزی که قیامت ظهور می کند، روزی که واقع می شود. معنای دیگر قیام به معنای مشغول کاری شدن، مثلا در این آیه این فرماد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، خدای متعال میداند که تو تقوم ادنا من ثلثی اللیل، تو شبانه برمیخیزی به نماز. برمیخیزی به نماز یعنی مشغول به نماز میشوی. معنای 7، گاهی اوقات قیام به معنای ایستادگی است، نه ایستادن. ایستادن معنای اول بود، ایستادن در مقابل قعود بود. گاهی اوقات قیام به معنای مستقیم بودن، ایستادگی و عدم اعوجاج و انحراف است، که مثلا در این آیه شریفه در سوره مائده این فرماد جعل الله الكعبة البيت الحرام
و قیامن للناس، قیام واب ندارد، جعل الله الكعبه البيت الحرام قیامن للناس، خداوند کعبه را، بیت الحرام را وسیله سامان بخشیدن و استواری مردم قرار داد، ایستادگی، ایستادگی در مقابل انحراف و هر گونه اعوجاج. بعضی از اهل لغت به کلمه قیام که رسیدن اینطور معنا کردند، گفتن که اصل قیام عبارت است از آن مفهومی که مقابل نشستن است و در حقیقت قیام به معنای به فعلیت رسیدن است، که این به فعلی نشستن یعنی به فعلیت نرسیدن، قیام یعنی بالفعل شدن، به فعلیت رسیدن. و این در هر چیزی، این معنا، معنای قیام در هر کاری یک معنا و یک تجلی ویژه خواهد داشت. مثلا فرض بکنید انسان دارای دو حالت است، انسان در دارای حالت قعود است، نشستن، و دارای حالت قیام است، ایستادن. البته دارای حالت سومی هم به معنای خوابیده هست. انسان موقعی که خوابیده قدرتش برای برداشتن یک جسمی بسیار کمه، یعنی انسان خوابیده نهایتاً زور دارد که 5 کیلو رو بلند کنه. موقعی که می نشیند قدرتش بیشتر میشه، اما موقعی که می ایستد تمام قدرت و استعدادی که در وجودش هست به فعلیت میرسه. این حالت قیام در انسان چون حالت به فعلیت رسیدن قوای آدمی است، به او گفتن قیام. لذا عرب آمد این کلمه قیام رو استعاره گرفت، هر جا که میخواهد بگوید فلان چیز به مقام فعلیت رسیده است، بالفعل شده است، تمام استعدادهای بالقوه او به فعلیت رسیده است، از کلمه قیام استفاده میکنند. که البته در زبان فارسی خودمون هم از همین کلمه و معادل همین کلمه استفاده میشه و به همین معنا. یعنی موقعی که در زبان فارسی گفته میشه فلان چیز پا بر جاست و ایستاده است، منظور این است که خیلی وقتا منظور این است که این به فعلیت رسیده است. مثلا فرض بکنید روز قیامت رو قیامت میگیم. قرآن میگه که در روز قیامت 4 چیز می ایستد. چون 4 چیز می ایستد، لذا به قیامت قیامت گفتن. یکی از چیزهایی که روز قیامت می ایستد انسان است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که مردم برای خداوند میستن. میستن یعنی چه؟ یعنی برمیخیزن، ایستادن در مقابل نشستن؟ نه، به نظر میرسد که مردم تا زمانی که در دنیا هستند چشم دارند اما کامل نمیبینند، گوش دارند اما کامل نمیشنوند، قلب دارند اما کامل نمیفهمند. روز قیامت که شد همه استعدادها در همه انسانها به فعلیت میرسد. به تعبیر قرآن فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. روز قیامت که میرسد دیگر اون کافری که تلاش میکرد در تمام عمرش در دنیا که نبیند و نفهمد و نداند و نشنود، اون روز به فعلیت میرسد، نمیتواند که نبیند و نفهمد و نشنود، چه بخواهد چه نخواهد، یقوم الناس لرب العالمین، به قیام میرسد. یعنی تمام استعدادها، البته نه توسط خودش، توسط خدا به فعلیت میرسد. آنچه را که سعی میکرد در دنیا نبیند اعراض میکرد، که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون،
آیات الهی رو آسمان و زمین پر کرده بود. مردم از کنار این آیات میگذشتن و سعی میکردن که آیات الهی رو نبینن و هم انها معرضون. اون روز دیگه روز اعراض نیست. ممکن است در دنیا یک کسی بشه من اعرض عن ذکری، اعراض کند از ذکر پروردگار، از یاد خدا، از توجه به خدا، اما روز قیامت یوم یقوم الناس لرب العالمین است. معناش این است که همه مردم عالم در صحرای محشر با تمام وجودشان یقوم لرب العالمین، تمام هستیشان می شود ذکر، تمام هستیشان می شود توجه به خداوند. بذار روز قیامت روز ذکر است. حقیقت ذکر روز قیامت محقق می شود که حقیقت ذکر به معنای حقیقت توجه است. ذاکر یعنی کسی که به تمام وجودش متوجه اون حقیقت می شود و روز قیامت این اتفاق برای همه انسان ها، مؤمنین و کافرین، چه اونهایی که در صراط مستقیم بودن و چه اونهایی که در صراط مستقیم نبودن، برای همه این اتفاق می افتد. لذا اگر گفت قامو الی الصلاة، اگر فرمود قمتم، اگر فرمود اقام الصلاة یا یقیم الصلاة یا اقیم الصلاة، همه اینها به این معناست که باید انسان خودش را اقامه کند. خودش را اقامه کند به ایستد یعنی خودش به فعلیت برسد. خودش به فعلیت برسد یعنی آن که اگر باید بشنود بشنود، اگر باید ببیند ببیند، اگر باید بفهمد بفهمد، این استعدادها به فعلیت برسد تا بتواند نماز را به فعلیت برساند. مثلا فرض بکنید، من حالا باز بیشتر بخوام این کلمه رو توضیح بدم، چون این کلمه اقامه و قیام در ادامه بحث خیلی مورد استفاده ما قرار میگیره، بد نیست یه مقدار مختصری بیشتر توضیح بدیم. مثلا فرض بکنید که اسامی که ما برای حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف به کار میبریم اسم شریف قائم است. چرا ما به حضرت کلمه قائم رو اطلاق میکنیم؟ چون حضرت آماده و ایستاده است برای آنکه ظهور کند و قیام کند. آماده است، حضرت ایستاده است، حضرت به فعلیت رسیده است. این دوران است، این من و شما این که به فعلیت نرسیدیم، لذا جلو ظهور حضرت رو گرفتیم. این که حضرت به ما سفارش میکنن که برای ظهور من قیام کنید، برای ظهور من دعا کنید، این در حقیقت معناش آن است که قیام کنید، یعنی برخیزید. برخیزید به این معناست که به فعلیت برسید. تا انسانها به فعلیت نرسند، همون صفتی که حضرت دارند نداشته باشند، قیام حضرت به تأخیر میفتد. حضرت قائم است. قائم است یعنی قیام کرده است، یعنی به فعلیت رسیده است، یعنی تمام استعدادها در او آماده هزینه کردن است. این ما این که آماده نیستیم. چون آماده نیستیم، اگر اون استعدادها هزینه شود، همون اتفاق می افتد که در کربلا افتاد، همون اتفاق می افتد که برای امام حسن مجتبی افتاد، یعنی اون انرژی هزینه شده هدر می رود. حضرت حق ندارد چنین کاری رو بکند. باید صبر بکند، صبر بکند تا این بشر آماده شود. اول صابر در عالم، یعنی کسی که بیشتر از همه مردم عالم در حال صبر کردن است، اون کسی است که قائم است. ما صبر رو نمیفهمیم. چرا؟ چون قیام نکردیم، ما آماده نشدیم. اون کسی که آماده است، قائم است، ایستاده است، انرژی متراکم رو جمع کرده برای هزینه کردن، منتظره که هزینه بکنه و میخواهد که هزینه بکنه، ولی این بشر پذیرای اون انرژی نیست. او بیشتر از همه صبر میکند، بیشتر از همه دارد تحمل میکند. ما بعضی اوقات بد برداشت میکنیم، فکر میکنیم ما داریم تحمل میکنیم، در حالی که تحمل کردن ما
در مقابل تحمل حضرت اصلا چیزی نیست. اصلا مفهوم تحمل، مفهوم صبر در انسانی که به مقام قیام نرسیده است، قائم نشده است، به حقیقت کلمه محقق نمی شود. صابر هموست که قائم است، به فعلیت رسیده است. لذا او منتظر ماست، نه ما منتظر او. ما در حقیقت منتظر او نیستیم، ما منتظر خودمانیم. ما هنوز خودمان قیام نکردیم، خودمان باید آباد بشیم. این یک عبارت و یک کلمه. کلمه بعدی کلمه قیم هست. مثلا فرض کنید تو عبارات خودمونم به کار میبریم، میگیم فلانی قیم فرزندانش هست، یا قیم نوه‌هاش هست، یا هرچی. قیم یعنی چه؟ یا صفت قیوم که برای پروردگار به کار میبریم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. قیوم یعنی کسی که خودش قیام کرده است و میخواهد که دیگران رو هم قائم کند. گفت نظامی زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. یعنی اگر ما هستیم، برخواستن ما به برخواستن اوست. ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. چون تو ایستادی، ما ایستاده ایم، و اگر تو ایستاده نبودی، ما هم نمیتوانستیم بایستیم. قیم یعنی کسی که خودش ایستاده است. چون ایستاده است و به فعلیت رسیده است، میتواند دیگران را هم پا بر جا کند و به مقام فعلیت برسد. قیام نماز به این معناست که باید نماز به فعلیت برسد، یعنی از حظیره استعداد خارج شده، این شکوفه و قنچه باز بشه و بتواند به بهترین و عالی‌ترین لحظه وجودی خودش برسد. از این تعبیری که در قرآن آمده معلوم می شود که نماز دو حالت دارد، یک حالت قعود و نشسته دارد و یک حالت ایستاده دارد. نماز نشسته نمازی است که توانایی ندارد، به فعلیت نرسیده است. نماز نشسته نمازی است که تنها عن الفحشاء والمنکر نمی کند، نمازی است که صفت حلوع و منوع و جزوع رو از انسان از بین نمی برد، نمازی است که نفرین می کند به جای اینکه برای انسان دعا کند. نماز زمانی می تواند بشود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز زمانی میتواند بشود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، که بایستد. حالت ایستادگی نماز، حالت قیام نماز، یعنی حالت توانایی، حالت قدرت، و اقامه یعنی ایستاندن نماز. مرحوم ملا صدرا در تفسیر کلمه اقامه نماز این عبارت رو به کار میبرد که من این عبارت رو خدمتون تقدیم میکنم و ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. فرماد من ادام فعلها و راء حدودها از ظاهره من الفرائض و سنن. اقامه یعنی این که اولا فعل نماز رو ادامه دهد. نماز باید یک جریان در زندگی انسان باشد. حدود نماز رو رعایت کند، حدود ظاهری از واجبات و مستحبات. و حقوق الباطنه من التوجه الالله والعروج به قلبهی الی حضرت القدس والخشوع بین یدی. هم حقوق ظاهری نماز رو باید رعایت کند، هم حقوق باطنی نماز رو. حقوق باطنی نماز عبارت است از توجه به خدا، عروج به قلب
به حضرت قدس خشوع بین یده پروردگار، نه مثل کسانی که لا که حال الذین هم عن صلاتهم ساهون فهو حری بالمدح و الثناء العظیم و الاجر الجسیم و لذالک ذکر الله تعالی فی سیاق المدح و المقیمین الصلات و فی معرض الذم فویل للمصلین. خدا دو نمازگزار رو مطرح کرده، یکی کسانی که مدحشان میکند اینها مقیمین از صلاتند، و یکی کسانی که ذمشان میکند و میفرماید فویل للمصلین. اونجایی میفرماید فویل للمصلین که خود اون مصلی مصلی نشده است، یعنی خودش قیام نکرده است، و علاوه بر این که خودش قیام نکرده است نمازش هم به فعلیت نرسیده است، نه خودش شخصیت ارزشمندی است، نه این نمازی که میخواند توانایی انجام کاری را دارد. اما اونجایی که شخص رعایت میکند نماز اقامه میشود، به فعلیت میرسد، که قرآن فرمود در صفت مقیمون الصلات الذین هم علی صلاتهم یحافظون یا الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونجاست که نماز به فعلیت میرسد، نماز اقامه میشود. ما اگر بخوایم بیشتر کلمه اقامه رو توضیح بدیم، مخصوصا اقامه نماز رو، باید خود نماز رو توضیح بدیم تا اقامه نماز سر جای خودش قرار بگیره، که انشاءالله در جلسه آینده بیشتر به این قضیه میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد سید محمد حسین عظیمی در این برنامه فرمودند تا خود انسان قیام نکند و به فعلیت نرسد نمیتواند نماز را اقامه کند. اگر به کاربرد کلمه قیام در قرآن و معانی آن توجه کنیم، میبینیم که کلمه قیام به چند معنا در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است: برخاستن، در مقابل قعود و نشستن، ایستادن و توقف کردن در مقابل حرکت، استمرار، دوام و ثبوت بر کاری، عزم و اراده، وقوع امر و ظهور مطلبی، مشغول کاری شدن، ایستادگی در مقابل انحراف و هر گونه اعوجاج. معنای قیام عبارت است از مفهومی که در مقابل نشستن است، و در حقیقت قیام به معنای به فعلیت رسیدن است. لذا عرب هر جا که می‌خواهد از به فعلیت رسیدن استعاره کند، از کلمه قیام استفاده می‌کند و از این رو روز قیامت را قیامت نامیدند. روز قیامت روز ذکر است. حقیقت ذکر روز قیامت محقق می شود، که حقیقت ذکر به معنای حقیقت توجه می باشد. ما به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف کلمه قائم را اطلاق می کنیم، چون حضرت آماده و ایستاده است برای آنکه ظهور کند و قیام کند. تا انسانها به فعلیت نرسند قیام حضرت به تأخیر می افتد. مفهوم صبر در انسانی که به مقام قیام نرسیده است و قائم نشده به حقیقت کلمه محقق نمی شود. صابر همانی است که قائم است و به فعلیت رسیده، لذا حضرت او منتظر خود ماست. پس قیام نماز به این معناست که باید نماز به فعلیت برسد.